بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شیخ صلاح الحلفی، عضو دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در نجف اشرف، طی روزهای اخیر به انجام فعالیت‌های متعدد اجتماعی پرداخته است. وی در این راستا با شیخ هادی الزنجیلی، مسئول امور دینی در مرقد جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام و جمع دیگر از خطبای منابر حسینی دیدار و با آنان در رابطه با فعالیت‌های تبلیغی در ماه مبارک رمضان گفتگو کرد. همچنین دیدار با سمیر اسدی، مسئول مقبره‌های علما در حرم جناب کمیل ابن زیاد علیه السلام و شرکت در نشست انجمن خطیبان نجف اشرف و دیدار با سید زکی جریف، مسئول مواکب و حیات نجف اشرف، از دیگر فعالیت‌های عضو دفتر مرجعیت نجف اشرف در روزهای اخیر بوده است. یک مقام سازمان جهانی غذا در افغانستان نسبت به سوء تغذیه حاد در میان مادران و کودکان افغانستان هشدار داده و گفته که در سال 2024 بیش از 4 میلیون زن و کودک با سوء تغذیه حاد مواجهند. از نظر این سازمان، سوء تغذیه عامل مهم در مرگ و میر کودکان زیر 5 سال است. عبدالخالق کریمی، متخصص کودک در یک کلینیک تحت حمایت سازمان جهانی غذا در شهرستان پنجاب استان بامیان، میگوید که نزدیک به 40% از مادران باردار و شیرده با سوء تغذیه مواجهند و نیاز به کمک دارند. به گفته وی، وضعیت کودکان نسبت به مادران بدتر است و 45% آنان با سوء تغذیه مواجهند. شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح به مناسبت 63 عید ملی این کشور با عفو 912 زندانی موافقت کرد. بر اساس این گزارش، امیر کویت همچنین با عفو و آزادی فوری 214 زندانی دیگر نیز موافقت کرده. مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر ماهاجانگا در کشور ماداگاسکار به مناسبت ایام مهدویه و میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مراسم جشنی برگزار کرد. این مراسم خلال مجالس هفتگی مؤسسه برگزار شد که با حضور ده‌ها تن از مؤمنان و پیروان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و شعرخوانی و مدیح سرایی همراه بود. پرویز ربیعی از پیشکسوتان عرصه دوبله در منزل خود بر اثر ایست قلبی در سن 84 سالگی درگذشت. پرویز ربیعی، دوبلور پیشکسوت ایرانی، زاده 25 شهریور 1318 تهران بود. وی از اوایل دهه 40 دوبله را نزد احمد رسولزاده و پرویز بهرام شروع کرد و از آنها بسیار آموخت. او از مهمترین گویندگان نقش‌های مکمل در تاریخ دوبله ایران بود و در ارائه شخصیت‌ها و تیپ‌های مختلف و متضاد بسیار توانا بود. ربیعی علاوه بر دوبله بسیاری از آثار مهم خارجی، سابقه دوبله در آثار ایرانی را نیز داشت و جمله در سریال امام علی علیه السلام ساخته داوود میرباقری نیز به جای منوچهر لاریجانی در نقش طلحه سخن گفت.